بسیار خوب. سلام به همه، امیدوارم خیلی خوب باشید و دیگران هم در کنارتون خوب باشند، که این دومی خیلی مهمتر از اولیه. عرض کنم خدمتتون که خیلی خیلی خوش اومدید و خیلی خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. امیدوارم که ساعت و لحظات خیلی خیلی خوبی کنار همدیگه داشته باشیم و من از حضور شما استفاده کنم و شما هم از این روم و بحث خوبی هم در کنار هم داشته باشیم. امیدوارم. عرض کنم خدمتتون که شروع میکنیم بحثمونو آه شروع میکنیم بحثمونو در مورد قسمت شماره پنج، برنامه شماره پنج پللاین هست و در مورد روز جهانی حقوق بشر هست و بحثمون مشخصا تأملی در مفهوم حقوق بشر اسلامی. در مورد حقوق بشر صحبت میکنیم، در مورد بیانیه جهانی حقوق صحبت میکنیم و در مشخصا در مورد حقوق بشر اسلامی صحبت میکنیم. ببینیم آیا حقوق بشر اسلامی وجود داره، وجود نداره، اگه وجود داره چجوریه و اگر وجود نداره چرا وجود نداره، آیا میتونه وجود داشته باشه که نداره یا هر چیز دیگه. در مورد این مفصل صحبت خواهیم کرد. عرض کنم خدمتتون از دوستانی که جمعه هم تشریف داشتن خیلی خیلی تشکر میکنم، خیلی لطف کردید که اون روز هم تشریف داشتید. اون روز هم روم خوبی بود، بحث خوبی بود، هرچند این بحث موند. عرض کنم خدمتتون که ولی امشب ادامه میدیم این بحثو. چند تا توضیح داره قبل از اینکه بحثو شروع کنیم، اگه اجازه بدید چند تا توضیح مقدماتی هم بر سبیل مقدمه هم بدم، بعد وارد بحث عرض کنم اصلی میشویم. عرض کنم خدمت شما اولین توضیحی که میدم، یه لحظه اجازه بدید، صدا خیلی واضح شده. آره، امیدوارم که صدام بهتر شده باشه و امیدوارم که بهتر بشه. عرض کنم خدمت شما که چند تا توضیحی که آره آقای حیدرخانی رو مفصل امشب در موردش صحبت میکنیم، ببینیم چگونه است بیشتر در موردش صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما حالا قبل از اینکه به بحثمون برسیم، من چند تا نکته توضیح بدم. اونم اینه که اول از وبلاگ شروع کنم. در مورد وبلاگ، خب مثل هر هفته، خب خیلی خوشحالم که این هفته هم تونستم یک شنبه صبح خودمون وبلاگمون آپدیت کنیم، موضوع هفته آینده رو بذاریم مثل تمام این مدتی که گذشته و موضوع هفته آینده موضوع جمعه رو، تاپیک های جمعه رو مشخص کردیم. برنامه سینما پل هفته آینده هم مشخص کردیم، روی وبلاگ هست اگه دوستان دوست داشتن نگاه کنند و دنبال کنند. عرض کنم خدمت شما یک شنبه آینده، یعنی یک هفته دیگه، همین روز، همین شب، به یک نحوی در مورد روم سینما پل رو باز میکنیم و در مورد فیلم ابد و یک روز صحبت میکنیم. آقای ولی و بقیه دوستانم لینک اون فیلم هم بالا زدن، اگه این فیلم هم ندیدید توصیه میکنم ببینید. در مورد این فیلم مفصل صحبت خواهیم کرد، از ابعاد مختلف به این فیلم خواهیم پرداخت و در مورد مشخصا مناسبات خانواده ایرانی، خانواده امروز ایرانی صحبت میکنیم در هفته آینده به شرط حیات. عرض کنم خدمت شما که این برنامه هفته آینده جمعه مونم بگم، تا الان دارم بحث بگو میکنم. جمعه سه تا تاپیک جمعه مون هم اولیشو به بهونه تولد این آقای برادپیت گذاشتیم، در مورد شهرت، ستاره ها و ستاره های سینما، ستاره های موسیقی، ستاره های عرصه مختلف، سلبریتی ها به قول شما، در مورد این صحبت میکنیم که این شهرت چه میکنه به آدم ها و اونهایی که مشهور هستن و ستاره هستن چه کار کردن تو این سال ها. مشخصا هم در مورد رفتارهای اجتماعی ستاره های سینما و ستاره های موسیقی تو ایران صحبت میکنیم. اون یک تاپیکمون هست در مورد، عرض کنم خدمت شما، جمعه. تاپیک دیگهمون در مورد، عرض کنم خدمت شما، سالگرد ترور آقای آیت الله مفتح، در مورد تبارشناسی گروه فرقان صحبت میکنیم. گروه فرقان یک گروه که مشی مسلحانه داشت، رو آورد اول انقلاب و خیلی ها ترور کرد، ترورش هم مشخصا بیشتر روحانیت مانور میداد. در مورد تبارشناسی گروه فرقان صحبت میکنیم و اینکه چرا گروه فرقان رفت سمت ترور روحانیت، و در مورد گروه فرقان مفصل صحبت خواهیم کرد جمعه. ولی تاپیک اصلیمون در مورد زیاد شدن جرائم اینترنتی توی فضای مجازی هست و مشخصا در مورد اخاذی اینترنتی صحبت میکنیم. این تاپیک اصلیمونه که مفصل جمعه به شرط حیات در موردش صحبت میکنیم.
عرض کنم خدمت شما که بله در مورد شالا خانم غریبکس مفصل در مورد تباهشناسی گروه فرقان صحبت میکنیم، اما آره این تاپیک هم یک جوری تاپیک اصلیمون هست، هم اینکه هممون باش درگیریم دیگه، یعنی هممون داریم توی یک فضای مجازی روزگار میگذرونیم و این فضای مجازی خیلی داره یه جورایی میشه که خیلی جالبه. ولی ما مشخصا در مورد اخاذی اینترنتی صحبت میکنیم که خیلی خیلی زیاد شده و خیلی خیلی عجیب و غریبه و دامنگیره و در مورد این مسئله باید صحبت کرد و از ابعاد مختلف جمعه بررسی میکنیم، در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم که تشریف داشته باشید و بتونیم همدیگر هم اونجا ببینیم. در مورد موضوع اگه دوست داشتید تشریف بیارید صحبت میکنیم. این هم تاپیک های جمعهمون. اما خب موضوعی که قبل از یعنی من تصمیم دارم قبل از اینکه روم شبونه شروع کنیم در موردش صحبت کنم و در موردش صحبت کنیم، شاید عرض کنم خدمت شما که البته به شرط تمایل شما، من مطلبی که روی وبلاگ نوشتم اونو میخوام بخونم اینجا و در موردش صحبت کنیم. موردی که خیلی خیلی ناراحت کننده است، خیلی خیلی اذیت میکنه، خیلی خیلی توی روزگاری که فقط خبرهای بد گویا به هم میدیم و من خیلی از این اجتناب میکنم، خیلی از این دوری میکنم که خبر بدی به کسی ندم، عرض کنم خدمت شما که ولی خب حالا همینجوری یعنی اخبار یک جوری شده فقط انتقال اتفاقات بد، یعنی اخبار فقط گویا در این خلاصه میشه. چه میشه کرد جز این که یک خبرهایی که از گوش و کنار شنیده میشه و یکم مهمتره رو اگر کسایی بولد نمی کنن، کسایی برجسته نمی کنن، ما این کار رو بکنیم. امروز می دیدم، امروز روزنامه های ایران رو می دیدم که هنوز در بحث ترامپ هستن. اشکال نداره، بحث ترامپ هم خیلی بحث خوبیه، میتونن بحث ترامپ هم بکنن، ولی عرض کنم خدمت شما که یک روزنامه امروز فقط در مورد این مسئله مطلب نوشت که عرض کنم خدمت شما در مورد کارتون خوابهایی بود که توی این چند وقت گذشته توی ایران اتفاقات عجیب غریبی افتاد. اولین موردی که اتفاق افتاده بود، خب الان دوستانی که توی ایران هستن میدونن که سرمای خیلی 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 شدید و عجیب غریبی توی ایران حاکم شده در این فاز هوای سرد و در این سوز سرما، این کارتون خوابهایی که خب کاشانه و خونه و چیزی ندارن و توی خیابونا زندگی میکنن و بقیه مسائل، اینها خیلی با مشکلات عجیب غریب مواجه شدن. اولین خبری که بود چند روز قبل در موردش یعنی مطرح شد و متاسفانه خیلی بهش توجه نکردند، اون بود که یک از این کارتون خوابا توی همدان شدت سرما در این حد بود که ایشون برده بودن و دو پاشو میخوان قطع کنن، یعنی گفتن دو تا پاش باید قطع بشه، هیچ فایده نداره، اگر دو تا پاش قطع نشه به بدنش سرایت میکنه اون سرما و عرض کنم خدمت شما اینجوری میشه. این نکته اولی بود که در مورد کارتون خواب من مسئله که نوشتم مورد این بود، خیلی خیلی دردناکه، یعنی یه چیزایی که عرض کنم خدمت شما دردناکتر از اینا هم پیش میاد و دردناکتر از اینا هم دیدیم هممون توی جهانی که داریم توی زندگی میکنیم، اما این وقتی پیوند میخوره با حضور ما، حالا دوستانی که خارج از کشورن نه، بیشتر من روی صحبتم با کسایی که توی کشور زندگی میکنن، این وقتی پیوند میخوره با حضور ما توی این کشور خیلی دردناکه و خیلی سخته دیگه، مثلا حرف زدن خیلی سخته، خوابیدن خیلی سخته، رفتن بیرون و حس خیلی مسئله، حرف زدن در موردش هیچ راه به جایی هم نمیبره. اما عرض کنم خدمت شما جناب کیان، سلام قربان، خیلی خیلی خوش اومدید. عرض کنم خدمت شما که آقای ولی بی ولی توی روم اگه برید، الان خودم هم لینکش واسه تون میزنم قربان، مشخصاتش رو زده اونجا و اون خبرگزاری ایسنا این خبر رو پیگیری کرده و زده. حالا نکته دوم اینه که عرض کنم خدمت شما، سلام خوش اومدید. نکته دوم این که عرض کنم خدمتتون امروز روزنامه ابتکار، روزنامه ابتکار امروز تو ایران این مطلب رو کار کرد، ادامه داد، خب کار خوبی کرد. بعد عرض کنم خدمت شما که کاری که روزنامه مطلبی که روزنامه ابتکار نوشت امروز خیلی دردناکتر کرد قضیه رو واقعا. جناب بیتاقا سلام قربان، خیلی خیلی خوش اومدید و خوشحالم که میبینمتون. جناب کیان خیلی لطف کردید که تشریف آورید، خوشحالم که میبینمتون. عرض کنم خدمت شما روزنامه ابتکار امروز نوشت که توی این سرمای گذشته چند روز گذشته تهران 8 تا کارتون خواب مردن و این دیگه خیلی قضیه رو معذرت میخوام کم تراژیک ترش کرد و خیلی آره آقای ولی بی ولی و خیلی قضیه رو دردناک ترش کرد. ولی من خیلی اینجا حوصله مرسی سرایی ندارم
و یعنی خودم هم کلا اساسا و اصولا اینجوری هن که یعنی من هر کس من تو بدترین حالت هم میپرسه آقای ریزگر چطوری، میگم بهتر از این نمیشه و خیلی خوبه و اینا، اصلا دوست ندارم این خبرهای بد و این فضای اینجوری منتقل کنم. اما یک زمانی اتفاقایی میفته که دیگه خیلی سخت صحبت نکردن در موردش و خیلی سخت در مورد چیز دیگه ای صحبت کردن. اگه به من بود، اگر وعده نداشتیم، اگر هر چیز دیگه، خب من دوست داشتم کلا در مورد این مسئله صحبت کنیم. تا اونجایی هم که میتونستم امروز و یعنی فقط مثلا من می‌خواستم یه چیز دیگه در روی وبلاگمون بنویسم، اما هیچ چیز نه، همونجوری که روی وبلاگمون نوشتم هیچ چیزی نمیتونستم بنویسم جز این. امروز هم که در کار بودیم همین شد، یعنی کلا اساسا من گفتم من در مورد هیچ موضوعی حاضر نیستم بحث و تبادل و نظری کنم با کسی جز این موضوع و به یه کاری باید کرد. خب این بحث رو اتفاقا یادمه که قبلا 2-3 بار تو همین وبلاگ کرده بودیم و هیچ وقت یادم نمیره. عرض کنم خدمت شما که خب سرد دیگه، حالا یکم بریم بیرون از خونه، حالا ببینیم چقدر میتونه سرد باشه. عرض کنم حضورتون که این اتفاقم توی همدان افتاد اولش. عرض کنم حضورتون که ولی عرض گفتم تو همین وبلاگم هم دوبار توی همین روم هم دوبار صحبت کرده بودیم در موردش، در مورد مسئله کارتون خواب ها اینا، و توی یک شهری مثل تهران عرض کنم خدمت شما که ما با یه شرایطی مواجهیم که شما تصور کنید خود دولت اعلام میکنه حدود 30 الی مثلا حدود دولت اعلام میکنه فکر کنم حدود 30,000 تا کارتون خواب وجود داره. وقتی دولت میگه 30,000 تا، ان جی او هایی که خودشون فعالیت میکنن میگن خیلی رقم از 30,000 تا بالاتر است. این واقعا باعث خجالته، یعنی از هر طرف شما نگاه کنید باعث خجالت، من به هیچ چیز کار ندارم. امروز صحبت میکردیم با دوستان میگفتن توی آمریکا اینقدر، گفتم آقا اصلا اینف یعنی کلا گفتم کافی، نمیخواد چی نگید، چرا میگی توی آمریکا چه سنت بدیه، این چه رسم بدیه که هر چی شد تو ایران شد، ما هر بلا و بدبختی تو این کشور داشتیم دقیقا در میگه آقا توی آمریکا هم فلان، آقا توی آمریکا شاید بخوام مردم خودشونو بکشن، شاید بخوام توی آمریکا مردم خودشونو بخورن، چه ربطی به ما داره؟ این حالا معذرت میخوام، این نوع مواجهه من خیلی اصلا ناراحت میکنه، خیلی عصبانی میکنه واقعا تا یک جاهایی. بعد از اون بعد که به خودمون توی این کشور نگاه میکنم میبینم که همونجوری که نوشتم و الان میخونم چقدر بهونه داریم واسه هیچ کاری نکردن، چقدر بهونه داریم، یعنی واقعا آدمایی که یعنی نمیتونن توانایی ندارن که از روی صفحه کاغذ 5 سطر رو بخونن، وقتی قرار نیست یه کاری رو بکنن تبدیل میشن یهو مثلا به عرض کنم خدمت شما ریچارد داکینز، مثلا یهو مثلا شروع میکنن فلسفه بافتن، مثلا متوجه این چیزا نمیشه. خیلی دردناکه واقعا. من نمیدونم، شما تصور کنید که یه نفری که از اعضای خانوادهش میمیره، خدای نکرده اتفاق بدی واسش میفته، میاد اینجا میشینه مرثیه سرایی میکنه، چه میدونم یه نفر رئیسش مثلا شوهر خاله عمه رئیسش میمیره، میاد واسه شوهر خاله عمه رئیسش مرثیه سرایی میکنه. این همه این کارا رو ما میکنیم، اما دی آدما کنار خیابون تو این شهری که داریم رد میشیم یکی یکی میافتن میمیرن، انگار نه انگار تاش در میایم میگیم که آقا مثلا وظیفه حکومت. والا نمیدونم، اگه میشه بگی وظیفه حکومت حتما میشه شبم رفت راحت خوابید دیگه، حتما میشه دیگه، اصلا مشکل نداره دیگه. من نمیدونم واقعا چطور میشه همچین اتفاقی بیفته. من خیلی ناراحت تر از اونم واقعا. این دوستانی که حالا که نزدیک تر میشه، من اصلا از این ادا و از این لوس بازی ها خوشم نمیاد واقعا، ولی من خیلی ناراحت تر از اونم که بتونم پنهون کنم این ناراحتیمو از این خودمون. من با کسی کاری ندارم کلا، با دوستان خارج از کشور اساسا و اصولا صحبتم روی صحبتم با اونا نیست، من روی صحبتم با کسایی که توی کشور زندگی میکنن واقعا اولم خودم بعد بقیه، واقعا خیلی ناراحتم، یعنی به شدت از خودم ناراحتم، به شدت از این ناراحتم که واقعا چطور ممکن آدم بتونه ادامه بده، چطور ممکن آدم یعنی متوجه نمیشم واقعا. حالا من اون چیزی که نوشتم رو میخونم، چون هیچ چیز جزئی هم نمیتونم بنویسم، اینجا هم میخونمش که حالا ثبت بشه یک جوری. دوستانم که شاید ممکن یکم ناراحت بشن میتونن میوت کنن یا هر چیزی که من اینجوری مطلب اینجوری نوشتم دوست ندارم، اما شاید فایده ای داشته باشه، شاید. من خیلی ناراحتم واقعا دوستان، من خیلی ناراحتم. ای کاش همه چیز یکم بهتر بشه، ای کاش یکم همه چیز بهتر بشه، ای کاش. عرض کنم خدمت شما که خیلی ای کاش. گفت کاش و ای کاش تو هم کشت مرا، کاش روزی که تو با کاش نباشی باشم،
یعنی کاش یه روزی بشه که اینقدر ما همش نگیم ای کاش، ما همش باید راه بریم بگیم ای کاش. متوجه نمیشم. بعد یه کسی مثل من مثلا هر روز از کنار این خیابونا رد میشه، از محل کارش میاد میره خونهشون و اصلا نمیبینه که یک عده کنار خیابونا اصلا دارن همچین اتفاقایی واسهشون میفته. و من نمیدونم واقعا، من خجالت میکشم از خودم. یعنی بدون تعارف، بدون تردید، نه همدیگه رو میشناسیم، نه آیدنتیتی همو میدونیم، هیچی از هم نمیدونیم، ولی من واقعا از خودم خجالت میکشم به عنوان شهروند تو این کشور که دارم راست راست حرکت میکنم. هر روز میرم و میام و میام اینجا میشینم حرف از سیاست میزنم، میرم اونجا میشینم حرف از فلسفه علم میزنم و اینها، بعد یه عده کنار خیابون اینجوری هیچ ارزشی نداره. واقعا خجالت میکشم از خودم. خانم ماندانا سلام، خیلی خیلی خوش اومدید، امیدوارم خیلی خوب باشید. دوستانی که جدید تر آمدن هم سلام، با امیدوارم خوب باشید. عرض کنم خدمت شما، من اینو میخونم، این چیزی که روی بلاگ امروز صبح نوشتم، این چیزی که روی بلاگمون هست میخونم. حالا امیدوارم که شاید نمیدونم شاید کم در موردش صحبت کنیم، بعد وارد بحث اصلیمون میشیم. عرض کنم خدمت شما که خب بذارید ببینم من میتونم رومو در این حال داشته باشم. میخوام از روی وبلاگ بخونم، نصب کنید. اوکی. خب عرض کنم خدمت شما، چیزی که من نوشتم اینه. نه، ولی من اگه میتونستم فشار بیارم در همه مسجد رو میبستم برای همیشه، فایده نداره. یعنی شما تصور کنید مسجد ساختیم یکی پس از دیگری که چی بشه، که چی بشه، معذرت میخوام شما من بگید مسجد ساختیم که چی بشه. یکی یکی همین تعدادی که مسلمان بودن و میرفتن نماز میخوندن، اینا تو خونه خودشون هم دیگه نماز نمیخونن، مسجد ساختیم که چی بشه واقعا. نه آقای ایران تهران، اولا سلام آقای تهران، امیدوارم خیلی خوب باشید. آقای تهران هیچ فایده نداره، من و شما باید کاری بکنیم واسه این آدما. اینکه بیایم اینجا بشینیم با هم دعوا کنیم هیچ فایده نداره. من بیام نظر شما رو بزنم زمین، شما نظر منو بزنی زمین، بقیه نمیدونم واسه من شست بالا بزنم، بقیه واسه شست بالا بزنن، هیچ فایده نداره. من و شما باید یه کاری بکنیم تو این کشور هستیم. بقیه رو ول کنین آقا، بحث های سیاسی و فلان. آقا من تمام نظرهای سیاسی شما هم قبول دارم، شما یک قدمی بردار، بقیه شو دیگه شوخی. آقا اینجا بشینیم تو سر کله هم دیگه بزنیم، اون یکی بگه نمیدونم شاه خوبه، اون یکی بگه نمیدونم خمینی خوبه، اون یکی بیاد بگه نمیدونم فلان خوبه فلان خوبه، بعد هیچ کاری هم نکنیم. یه عده هم کنار خیابون مثلا دارن جون میدن تو این سرما، ما اینجا نشستیم. این چیزی که نوشتم میخونم، بعد دوستان بحث شروع میکنم. چیزی که نوشتم تیترش از تا ابد سرد است. برای چون منی که روزگار با نوشتن گذرانده و میگذرانم، راندن رخش قلم در میدان اندیشه آنگاه که با دشواری قرین ناتوانی همراه شود، تسلط احوالی است بر من که این احوال را بغض قلم می نامم. و امروز منم و این بغض قلم در میان اخبار اغلب ناخوشایند و تأسف بار روزانه، امروز خبری خواندم جانکاه و حسرت خیز. بخوانید این خبر را از این منبع معتبر. لینکش رو وبلاگ زدم. چه آشنای احوال اکنون من است این شعر منوچهر آتشی که سخن از سینم چون جان به لب می آید اما بر نمی آید. پس از این خبر من و این بغض قلم سزاست که پنجره های این اتاق بکشاییم و چهره طاقت را به سیلی سوز سرما بسپاریم، تا شاید باران اشکی ببارد از چشمان جفاکار و گناه‌آلوده‌ای که هر روز و هر شب از خیابانهای این شهر گذر می کرد و آنچه را به کام تماشا می کشند عروسکهای کوکی مهیای بسترهای گرم شهوت بود و نه انسانهای بی خانمان و کارتون خوابی که بستر جز سنگ فرش خیابان و لذت جز تملک کارتونی برای پنهان شدن در پرده شرم نداشتند. هر روز و هر شب از خیابانهای این شهر گذر کردم و اما دریغ از یک بار گذر آمیخته با نظر، و اینک سزاست که سر حسرت بر دیوار شرم بکوبم که از زبان آن پاهای بر باد رفته می شنوم این بانگ غم‌افزا را که رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد. صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد، ماهی و مرغ دوش زعفن من نخفت،
پهلوان شوخ دیده بین که سر از خواب بر نکرد. تا ابد شرمسار آن دو پای بر باد رفتم که لنگیش از ناهمواری راه ما بود و کیفرش از گناه ما. تا ابد شرمسار آن دو پای بر باد رفتم که تاوان تمام راه های نرفته ما را زیر بار تازیانه های سرما داد. راه نرفته ما به سوی دیار آگاهی و انسان دوستی و مهربانی. راه های نرفته ما به سوی عمل. تا ابد شرمسار آن دو پای بر باد رفتم، هرگاه که به پاهای خود بنگرم که چگونه در شورزار شعار پا بر جاییش را پایه استدلال استواری در مسیر سیاست می کرد. تا ابد شرمسار آن دو پای بر باد رفتم، هرگاه که شعری بخوانم که با خواندن زمستان اخوان در میان خلایق دلبری می کردم و بی خبر از تیر سنگی سیاه در سینه به نام دل بودم. تا ابد شرمسار آن دو پای بر باد رفتم، هرگاه که پا در راه حضور در محفل و بحث و مجادله با دیگران بگذارم، مگر نه آنگاه که آن دو پا را دستان قارت سرما خود می‌برد، این من اجاق محفل حرفهای بی بهره از عمل را گرم می‌کردم. پس سزاست که اینک تا ابد بسوزم در دوزخ حسرت و شرم، هرگاه که پا بر خاک این دیار بگذارم، دیاری که در آن پای یاری رساندن به محرومان و بینوایان همیشه در مسیر عمل لنگ میزند. یک پا به بهانه فراموشی و بیخبری و پای دیگر به بهانه نپذیرفتن مسئولیت در برابر انسانیت. و در همین دیار است که همواره پاها مهیای خرامیدن در مسیر گریز از اندیشه و مسئولیت پذیری عملگرایانه بوده و بس. تا ابد شرمسار آن دو پای بر باد رفتم و بغض قلم می شکند در اینجا با سنگ این یقین که می دانم که هستند بسیارانی که این وجیزه را خواندند و گفتند ریزگرد داری خطاهای رژیم رو توجیه میکنی، اینا وظیفه حکومت نه مردم. سرد است و باران اشک گرم بر گونه های شرم امان نمیدهد، جز آن که بگویم تا ابد شرمسار آن دو پای بر باد رفتم که اگر همگان توانستند پا از این ورطه با این گونه دلایل بیرون بکشند، چرا من پای انسانیت در راه یاری رساندن به پای آن انسان ننهادم؟ سالها پیش از این در جایی نوشتم انسان ناتوان بودن بسیار بهتر است از ناتوانی در انسان بودن. سالها پیش از این در جایی نوشتم انسان ناتوان بودن بسیار بهتر است از ناتوانی در انسان بودن. تا ابد شرمسار دو پای برباد رفته آن انسان ناتوانم و شرمسار ناتوانی خود در انسان بودن. خب عرض کنم حضورتون که دوستانی که جایی تر آمدن همه سلام و امیدوارم خیلی خوب باشید و عرض کنم خدمتتون که همین جوری که نوشتم این داستانا و این ماجراها فایده نداره. این که اون این من یه بار اینجا صحبت میکردیم من یه بار اینجا صحبت میکردیم دوستان در مورد بس در مورد این بود که آیا وظیفه حکومت یا وظیفه بقیه. من از دیگه بالاتر از این نمیدونستم چی بگم و هیچ بالاتر از این نمیتونم فکر کنم. میگفتم به دوستان، میگفتم شما تصور کنید کشورتون اشغال شده، یعنی دیگه از این بالاتر دیگه نمیشه فکر. واقعا هم اشغال شده به یک نفر، کار نداریم، ولی شما فکر کنید کشورتون اشغال شده. به دوستان بازم دارم میگم، اصلا روی صحبتم هیچ گونه به دوستان خارج از کشور نیست اصلا و ابدا. روی صحبتم همون جوری که نوشته بودم اگه دقت کنید کلا با خودمه، من دعوام الان با خودمه فعلا
و متوجه نیستم کلا اساسا دخترها و پسرهایی میبینم توی سن و سال من دوست دخترشون جواب تلفنشون رو نمیدن، کلا 4 روز دپرسن، از اتاق بیرون نمیان، انسان در کنارشون میمیره انگار نه انگار، یعنی واقعا، یعنی واقعا دیگه هیچی ندارم بگم کلا تا ته این ماجرا. یکم باید شاخک های حساسیتیمون تیزتر بشه، یکم باید شاخک های حساسیتی دیگران رو تیزتر کنیم. ما سر یک چیزای احساساتی میشیم، 1400 سال قبل یه نفر با یه نفر دعوا داشته، زده یه نفر رو کشته، همین امروز شما میشین واسش گریه میکنی، انسان داره توی خیابون میمیره از سرما انگار نه انگار. 1400 سال قبل دو نفر با هم دعوا داشتن، دو تا قبیله با هم دعوا داشتن، زده همدیگر کشتن، شما بعد از 1400 سال میشینی واسه اونا گریه میکنی، تو سر کله خودت هم میزنی، غذا هم درست میکنی به این یکی و یکی میدی، اما توی شهری که داری زندگی میکنی آدم داره کنار خیابونت از سرما میمیره انگار نه انگار. این دین به درد چی میخوره؟ این امام حسین و نمیدونم حضرت علی و بقیه به درد چی میخورن؟ اگر دین انقدر به تو نگرش نداده، اگر به تو انقدر انسانیت نداده که بری و نذاری همچین اتفاقایی بیفته، اساسا اون دین به درد چی خورده؟ اساسا اون دین به درد چی خورد؟ بعد میان میگن جناب کیان، بعد میان میگن فیلم درست میکنن، میگن فیلم امام علی شما نکنید سریال دیگه، میگه آقا امام علی شبها نمیدونم چیز میذاش روی دوش، آذوقه میذاش روی دوشش، میرفت توی تاریکی به دیگران کمک میکرد. خب امام علی بود، چه ربطی به تو داره؟ تو چه شبیه امام علی هستی؟ اگه اون امام علی تو میگی این کارو میکرد، تو خودت میری آذوقه از مردم میدوزی، نه تنها به دیگران کمک هم نمیکنی. خب این چه ربطی به اون داره؟ شیر را بچه به دو ماند همو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تو به اون کسی که داری ازش حرف میزنی، به اون اصلا چه شباهتی به اون داری؟ و اون چه چیزی به تو یاد داده که چه کار بکنی؟ اینها اینها عرض کنم خدمت شما، سلام و خیلی خوش اومد، اینها هنوز بحث اینه که روحانی بهتر یا احمدی نژاد. واقعا خجالت باید بکشیم، واقعا خجالت دارم. من میدونم مثلا این حرفا رو من دوست ندارم این حرفای پوپولیستی اینجوری بزنم، اما اساسا طلبکار کسی هم نیستم، ولی واقعا اگه قرار حرف بزنیم، خب بذاریم من حرف، من میخوام این حرف رو بزنم، اصلا نمیخوام در مورد چیز دیگه صحبت کنم. من اصلا نمیخوام فرض کنم که الان تاثیرات ریاست جمهوری ترامپ بر ایران چی میخواد بشه، من اصلا با این کار ندارم. این جمعه میشیم در موردش حرف میزنیم، جمعه میشیم در مورد این حرف میزنیم، اما اگه قرار حرف بزنیم بزن اینا رو بگیم یکم به هم دیگه. یکم بگیم هم که نه، اینکه یکم بگیم دوباره بگیم زیر پتو بگیریم بخوابیم، یکم بگیم بلکه یک به خودمون بگیم تکونی، یه حرکتی، یه چیزی، یه اتفاقی، یه تلنگری به این روح شکل گرفته. جمعه اینجا داشتیم صحبت میکردیم، حالا من اینجا در دل اینجا میکنم، جای دیگه نمیکنم. جمعه اینجا داشتیم صحبت میکردیم، اون آقا اومده میگه در مورد ابو علی سینا شما روم میزنید، در مورد ابو علی سینا صحبت میکنید، ابو علی سینا چه ربطی به ما داره؟ آقا ابو علی سینا هیچ ربطی به ما نداره، حقوق بشر هم هیچ ربطی به ما نداره، هیچ کدومش هیچ ربطی به ما نداره. شما بیا یه کاری بکن آقا، این توجه میکنه اینها، این مسائل دردناک واقعا، نکنیم این کارو. هر صبح هر شب اومدیم اینجا آقا نمیدونم معذرت میخوام در مورد اینکه شاه بد بود، نمیدونم اون یکی گفت نمیدونم خمینی خوبه، آقا اینا رو همه رو ول کنید واقعا، یعنی یک کم از اینا فاصله بگیرید، یک سانتی متر عمیق تر، یک سانتی متر دقیق تر. نه شاهش، نه خمینیش، نه قاجارش، نه آمریکاش، هیچ کدومش فایده ای نداره، هیچ کدومش ارزشی نداره که شما یک قدم برداری واسه یک انسان، یک قدم برداری واسه یک انسان، بقیهش همه رو بریز دور، همه رو بریز دور، از دینش بگیر تا سیاستش بگیر تا همهش رو بریز دور. ولی من روی صحبتم دوباره به اون کسایی که خودشون دیندار میدونن، خب شمایی که توی کشور، تو این کشوری، من اون یه بار اونجاشم صحبت میکردم، گفتم آقا تو ایران نیستی و نمیدونم نمیترسی از این، آقا این ترس چیه؟
ترس چیه؟ شما توی یه کشوری هستی که داری میبینی انقدر فلاکته، توی یه کشوری هستی که میبینی انقدر بدبختیه، میخوای دهن تو ببندی که فردا نمیدونم یک صفر جلو حقوقت بذارن؟ واقعا خجالت بکش آدم از خودش، یادم از خودش شرم کنه واقعا. بفرمایید آقای تهران، شما صحبت کنید. دوستان معذرت میخوام، بازم دارم میگم مثلا روی صحبتم با هیچ کدوم از دوستان نیست واقعا، من اینجا دارم بر خودم نهیب میزنم و خواهشی که اگه خواهشم بتونم بکنم، خواهشی که میکنم دوستانی که تو ایرانه، بازم میگم یعنی کاری باید کرد، کاری باید کرد آقا، کاری باید کرد. دین و حکومت و نمیدونم فلان همه رو بریز دور، کاری باید کرد. میگه که حکومت کاری نمیکنه. میگم آقا تو زورت میرسه بری حکومت رو بگیری الان پدرشو در بیاری؟ اگه میرسه برو در بیار، اما اگه نمیرسه تو هر کاری میخوای بکنه اما یک قدم برده به اون کسی که آقا دیگه این دیگه خیلی وحشتناکه. این معذرت میخوام خیلی این دیگه حقوق زنان نیست که بگی آقا مثلا خانم خودشون برن حلش کنن، این زندانی سیاسی نیست که بگی اصلا من نمیشناسمش، این اینا نیست، این آدمه دیگه، این بالاتر از این نداره دیگه. هر چیزی رو هیومانیزم و حقوق بشر و انسان مداری خب نشون بده ببینم چیکار میکنی، نشون بده ببینم چیکار میکنی. بقیهش که حرفه، بقیهش من میتونم بیام روی مایک تا صبح شما روزه بخونم. چه میکنی؟ حاضر یه قدم برداری؟ بقیهش که حرف آقا، بقیه حرف همه میتونم بزنم. 2 ساعت گفته چون نیم کردار نیست. بنده آقا تو صبح اینجا میشم 12 ساعت شما رو میزنم حرف میزنم. آیا 12 ساعت من اینجا رو بزنم حرف بزنم؟ به من بگید ببینم. من اینجا 30 ساعت اینجا رو بزنم حرف بزنم، 60 ساعت اینجا رو بزنم حرف بزنم، ارزش اینه داره که شما 1 دلار به یکی کمک کنی؟ ولی ارزش نداره. اونا همش باید بریزی دور. تا آخر عمر طرف رفته نمیدونم اقل نماز خونده که اون نمیدونم اون روی پیشونیش جاش مونده، اون ننگ اون رسوایی رو پیشونیش مونده. خب این چه فایده ای داره؟ چه کردی؟ چه میکنی؟ شما توی این شهر نمیتونی 30,000 نفر، نمیتونی 40,000 نفر، این کسایی که جا ندارن بخواه نمیتونی نرو جمع کنی؟ نمیتونی نرو سر سامون بدید؟ بقیهش که دیگه شوخیه. یه آقای بلند میشه نمیدونم یه حرفی میزنه تو ایران، یهو همه میشناسنش، یهو معروف میشه. آقا من روزشم اینجا بس میگم دوستان گفتم اینجا سر همین آقای محمود صادقی، الان هر جا میره آقای محمود صادقی، آقای محمود صادقی، آقای محمود صادقی. واقعا دریغ از این ما که 1 سانتی متر چیز میشه، 1 سانتی متر دقیق نمیشه رو همه چیز. اگه تمام اون کسایی که میرن پای صحبت اینا میشه نه توی اون سالان، توی اینجا، توی اونجا، تمام کسایی که اونجا میشینن نفری 10,000 تومان بدن، میدونی چه کار میشه کرد؟ نفری 10,000 تومان، 10,000 تومان پولی هات داگ تو ایران نیست آقای تهران. درست میگم یا درست نمیگم؟ 10,000 تومان پولی هات داگ نیست تو ایران، پولی ساندویچ نیست تو ایران. نمی کنیم اصلا این کارا رو نمی کنیم. میایم اینجا میشینیم من فحش میدیم، میریم توی خیابون میشینیم یقه هم دیگر میگیریم. نمی کنیم، کاری نمی کنیم. حرف فراوون، فراوون، حرف فراوون. آقای ریزگر مثلا میاد اینجا 4 ساعت. آقا چی میگه الان شما؟ ببینید کنید، حالا شما تصور کنید اینه ها، اینه پندار خوب. حالا شما پندار خوب از این آقا یاد بگیرید آقا اینجا. این پندار خوب پیک زنه آقا بس کن تو خدا. آقا یه تهران شما بفرمایید صحبت کنید، آقای حفاتی هم صحبت کن، بعد وارد بحث بشیم. بیشتر از اینم همونجور که گفتم حرف فایده نداره، واقعا کاری باید کرد. بعد از آقای حفادی بحث شروع میکنیم. دوستان مرسی، دوستان که جدید آمدن سلام و خیلی خوب، امیدوارم خیلی خوب باشید و مرسی که تشریف آوردید. آقای ریزگر سلام، حال شما خوبه؟ آقای ریزگر خیلی ممنون از احساسات بشر دوستانت، خیلی خوشم اومد. آقای ریزگر اینجا من به 2 تا نکته میخوام اشاره کنم. یکی این که وقتی اگر کارتون خوابی توی تهران میبینین، من خودم اینجوری هم اولا بهش کمک میکنم، کمک مالی میکنم، بعدی زنگ میزنم 137 سازمان شهرداری، میام میبرنش گرمخونه. این خیلی کمک بزرگی ها، 137 زنگ بزنیم مستقیم میبرنش گرمخونه. بعد اونایی هم که تو ایران هن، توی تهران هن و شمارش فکر کنم چی بود 4379، نمیدونم، نه 137 اطلاعات نیست، 43 79
آره اگه مثلا نمیدونم لباس دارن، غذا دارن، نمیدونم ارزم به خدمت محل اسکان دارن، خودمون آیروز کرد، مشکل از خودمونم هستا. نگاه کن مثلا من اینکه توی بیرون یه کارتون خواب میبینم، مثلا اینجام میاد آرام میاد، مثلا دستیشو بگیرم ببرم خونه بخوابونمش، میگم آقا به من چه، وظیفه شهرداری، شهرداری بیاد اینو جمعش کنه ببره خونه. آقا منم اینجوری هم دیگه، واقعا اینجوری هم. فوق فوقش نهایت نهایت تلاش من و کمک من دست کردن تو جیبمه، بعد یه 2000 تومانی با منت و نمیدونم 100 تا قرض زدن، آیا ریزگرد رو 100 تا قرض زدن بذارم کف دست یارو، بعدش بیام بگم آره من کمک کردم، خیلی هم خوشحال باشن. آیا ریزگرد نگاه کنین، توی ایران اقتصاددان کمه، باید سیاست اقتصادی دولت عوض بشه، چه از پول داره پول بگیرن. آقا من دروغ نمیگم، این دقیقه همین شکلی باید بشه آقای ریزگرد. کسایی که اقتصاد خوندن، از اقتصاد سرشون میشه، باید وارد معرکه بشن، باید از پول داره پول بگیرن، مالیات رو بگیرن بدن به فقیرا. بردر من وظیفه دولت نیست که، یه عده میتونن اقتصادشون اقتصاد بخونن و بر مبنای اقتصاد کشور رو بسازن، ولی این کارو نمیکنن. آقای ریزگرد اقتصاددان توی کشور کم هست، اقتصاد ایران ربویه، رباییه برادر من، ربا میخورن، این حقیقته. اینا رو نمیشه کتبان کرد، به اینا میشه انتقاد داشت، ولی کسی که انتقاد داره خب بسم الله بره اقتصاد بخونه، به جای اینکه آقای ریزگرد چقدر ما اقتصاددان داریم توی ایران، هیچ. چقدر ما توی سیاست مدار داریم توی دانشگاه، هیچ، کمه، خیلی تعدادشون کمه. نه خیر آقای ریزگرد، کمه بابا برادر من. اکثر کسایی که میرن رشته‌های دانشگاهی آقای ریزگرد، اکثر کسایی که میرن حسابداری میخونن، نمیدونم میرن عمران میخونن، رشته‌های چرت و پرت آی تی میخونن، بعد در بیکار میمونن، بعد میگن مشکل اقتصادی داریم. بابا برین اقتصاد بخونین، نمیدونم فوق لیسانسی چیزی بگیرین، بذاره فکر کنیم به مشکل اقتصاد کشور. والا من نمیدونم تا اینقدر مغز من قطع میداد. ولی آقای ریزگر یه نکته دیگه هم اشاره کردین در مورد دین. آره من با دین نجنگ آقای ریزگر. مثلا ببینید شما، منی که مسلمونم، خب دین من اسلامه، و شمایی که ضد من، این حالت خوبی بهم دست نمیده، متوجه؟ بعد یه چیز دیگه بگم، منی که مسلمونم و اسلام رو درست پیاده نمی کنم، مشکل از اسلام نیست، مشکل از من مسلمونم. درست مثل کسی اقتصاددانی میدونه آقای ریزگرد که توی ایران داره کار انجام میده بر مبنای یه دونه تئوری اقتصادی، حالا نمیدونم حالا هر تئوری اقتصادی، داره اون اقتصاد رو اشتباه اجرا میکنه، بعد گیر میده میگه اون تئوری از بیخ غلطه. مثال دارم میزنم، ما این چیز نیست، واقعیت نیست دا. چون اقتصاد ایران غلطه واقعا، بر مبنای یه سری اقتصاده حالا نمیدونم اروپایی امریکایی، واقعا مسخره است اقتصاد ایران، اقتصاد ایران گند ترین اقتصاد ایرانه. بعد یه سری اقتصاددان هم باید دست بزنن بالا نگن آقای ریزگرد مشکل اینا هم اینه، مشکلشون اینه، میگن اگر من اقتصاددان، من نمیدونم سیاستمدار، من مهندس، من نمیدونم ایکس ایگریگ، از اروپا و امریکا پاشم بیام ایران، ایران رو بکشونم بالا اقتصادش رو، آخون میره بالا. ذهنیت رو نگاه کن، میگه آخون میره بالا. بابا بیا اقتصاد ایران رو درست کن، بذار 4 تا فقیر بدبخت بیچاره اینجا جون ندن. جدی دارم میگم، کسایی که توی اروپا این فقط شعار میدین. آره ریزگرد یه سری سایت های کراود فاندینگ هستن توی ایران، نه شعار نمیدن، این واقعیته، یه سری سایت های کراود فاندینگ توی ایران هستن آره ریزگرد، مثلا پول جمع میکنن برای نمیدونم زندانیان چی میگن دیه و اینجور چیزا، دیه های غیرن. به خدا قسم من کامنت ها رو میخونم، طرف میگه ما از کجا مطمئن باشیم که این به دست نمیدونم فلان کس میرسه، در حالی که طرف چیزا چی میگن چیز ثبت شده، شرکت ثبت شده، نمیدونم ساماندهی تاییدش کرده، فلان تاییدش کرده، یه کراود فاندینگ دیگه رو هم میندازه واسه بچهای فقیر مثلا پول جمع کنه، ملت نمیان پول بدن، فقط میان میگن آره ما فقیر داریم، خاک تو سرمون شده، خاک تو سر دولت شده، خاک تو سر نظام شده. بابا این چه معنی میده ها، این چه معنی میده آقا، بیان کمک کنیم، چه معنی میده؟ اولم خودمو دارم میگم ها، اول خودمو دارم میگم،
من با 1000 تومن 2000 تومن و اینا نمیتونم مشکل اقتصاد مملکت رو حل کنم. شمایی که اقتصاد دانی بیا کمک کن، سیاست مداری بیا کمک کن. بس ببخشید دایی ریزگرد، مرسی از تو. از شما عرض کنم خدمت شما که بازم من میگم من تا اون قسمت کمک کردن به دیگرانش هست من حاضرم آقا بیام زیر علم شما هم سینه بزنم، این دیگه بالاتر از این، من حاضرم بیام زیر علم شما هم سینه بزنم، تا اینجاش مشکل نداره. اما و هزار اما، اگه بحث بکنیم، بخوایم بحث کنیم سر مسائل مختلف، حرفاتون آقا از اولش تا آخرش هیچ کدوم قبول ندارم، واقعا هم دلیل دارم واسش که قبول ندارم. ببینید اولا از همین آخر به شما بگم، اولا شما توصیه میکنید کسایی که اقتصاد خوندن توی کشورهای خارج اصلا بیان ایران، اولا من از همین تریبون اعلام میکنم کسی نیاد ایران. به چه دلیل؟ شما کسایی که استاد دانشگاه تو ایران اصلا اخراج میکنید میندازی زندان. مگه نیست الا یکی یکی بگم آقای تهران به شما، یکی یکی بگم به شما چند تا استاد اقتصاد دانشگاه اخراج کردی زندان کردی؟ نه سیاسی. خب شما مثلا شما آقای سعید لیلاز اجازه، شما آقای سعید لیلاز رو میگیری زندانش میکنی، میگیری بازداشتش میکنی اقدانه، به من بگو ببینم مثلا چرا این چه ربطی به چیز داره، این چه ربطی به سیاست داره؟ نگاه کن آقای تهران و بقیه دوستان، بذارید بحث حقوق بشر اسلامی بشه، من اونجا درونش کاملا در مورد ایران توضیح میدم به شما. اونجا ببینید شما نمیتونید یک قدرت نام حکومت داشته باشید، حکومت داشته باشید، حکومتتون هم دینی باشه، تا اینجا درست؟ نمیتونید یه چیزی به نام قدرتی به نام حکومت داشته باشید، حکومتتون هم دینی باشه، این قدرت هم پشتش باشه، ثروت هم دست شما باشه، بعد هر جا خواستید خرجش بکنید، بعد که رسیدید اینا کنار خیابون بودن بگید آقا سرمایه‌داری دست بکنید، همین چیزی که شما میگید، میگه سرمایه‌داری دست بکنید تو جیبش پول خرج کنید اینا رو نجات بده. آقا من چیز از شما بپرسم، آقای تهران، آستان قدس رضوی، آستان قدس رضوی میتونه نصف، عرض کنم اغراق دارم میکنم ولی خب میخوام بگم بهتون بگم که از آب از کجا آب میخوره، آستان قدس رضوی میتونه تمام عرض کنم لاس وگاس رو بخره. البته اگه بخرم واسه شون خوبه، چون کاری که اونجا میکنن خیلی فرق با کاری تو لاس وگاس نمیکنه، میتونه اونجا رو بخره، درسته؟ فقط آستان قدس رو دارم شما میگم، بقیه رو ول کن. آستان قدس رضوی و بقیه و بقیه و بقیه اینا پول مملکت دستشون نیست، پول ندارن، هیچ چیزی ندارن، بعد اینجا که میرسه شما میگید مثلا سرمایه داره باید بیاد این کارو بکنه. خب این پولا که دست حکومته، که پولا که حاکمیته. یک، دو، استاد اقتصادم آقا فت و فراوون توی داریم، اجازه بده آقا، مالیات، مالیات که نمیگیره به خاطر اینکه نفت فروختی، اجازه بدید مالیات نباید بدن به مردم، سیستم اقتصادی باید مبتنی بر مالیات باشه نه فروش نفت، تا اینجا درسته؟ سیستم اقتصادی بر اساس فروش نفت آقا، دلیل هم داره که چرا فروش نفته. حالا شما نگاه کنید، بله نه آقای بیتوقع، آقای بیتوقع نگاه کنید، آقای بیتوقع سب کنید، آقای بیتوقع عکسش هست، فیلمش هست، همه چیش هست، داکیومنتاش یکی یکی هست، زریح طلا یکی پس از دیگری برای ائمه اینجا میسازن میبرن عراق نصب کنن. تا آخرش شما بخون، یعنی شما تا آخر اینو بخون. حالا شما من بگوینم این زریح طلا چه ارزشی داره؟ اون امامه اگه خودش بود این کارو میکرد؟ حتی میگه میکرد دیگه، اگه میکرد خب وای به حال اون امامه که این کارو میکرده. اینا رو دیگه آقا ول کن، اینا نیاید بگید که عرض کنم خدمت شما این حکومتیونید. آقای تهران چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند حال خیشتن باش، فرزند هیچ سیستم و حکومت و هیچ ایدئولوژی هیچ چیزی نباش، فرزند شرافت خودت باش، نان شرف خودتو بخور، برگرد به این حکومت تو این کشور نگاه کن، ببین این حکومت داره کار درستی میکنه، اگه درست میکنه نون شرف خودتو میخوره تو زندگیت. اینا رو بذار کنار بقیه‌شو. آقا حکومت جفا میکنه، جفا میکنه. من بازم به شما میگم، میگم که ما، من و شما وظیفه داریم که به دیگران کمک کنیم. من به حکومت کاری ندارم، من آقا وظیفه دارم که برم خودم کمک کنم. اما اگر حرف حکومت شد بنده سرم زیر گیوتین بره حاضر نیستم حکومت تاییدش کنم، چون کارش غلطه، چون کارش غلطه.
اینا رو دیگه نمیتونیم، اینا رو دیگه چجوری میخوایم قبول کنیم، چجوری میخوایم اینا رو بزنیم کنار هم دیگه بحث کنیم؟ اینا داستان خودشه داره. حالا دوستان بحث دوباره بحث جمهوری اسلامی و فلان اینا نشه، من خواهش میکنم ازش بگذاریم، بزنیم بحث حقوق بشر شروع کنیم که بحث خیلی طولانی هم میشه، ساعت هم 12 مشهد. آقای افتادی صحبت کن، آیدی رای صحبت کنن، خواهش میکنم خیلی مختصرم که دیگه وارد بحث اصلیمون بشیم. اینا رو بذارید سر وقت خودش. اجازه بدید. چی شده؟ ذریح طلا و پول مردم ساخته میشه، چه ربطی به حکومت داره؟ از روی ناگاه نزنید اصلا، از این چی گوش. آقا بنده دارم در مورد چیزایی صحبت میکنم که اطلاعات ندارم، شما برید اینجا نشستی. دوشم سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. بنده سواد ندارم، اطلاعاتم ندارم، میشم در مورد چیزایی که سواد اطلاعات ندارم صحبت میکنم، شما برید اینجا نشستی. عادت کردی که با لغت بیرونتون کنم؟ شما عادت کردی با لغت بیرونتون کنم فقط؟ خب بنده دارم در مورد این چیزایی صحبت میکنم که اطلاع دارم، شما برای اینجا نشستی. جواب منو بده شما الان. بنده دارم در مورد مسائلی صحبت میکنم که اطلاعات ندارم، شما برای اینجا نشستی. نه شما برای اینجا نشستی، شما برای اینجا نشستی، شما برای اینجا نشستی، شما باید مردم آگاه کنی، شما باید مردم آگاه کنی. نه نه آیدی شکلات، اسم کسی دیگه نه، هر کسی برای خودش اجازه بده، هر کس اشکال هم نداره، نه میخواد تکس بزنه نه اومدی مردم آگاه کنی ادامه بده. اگر میخوای مردم آگاه کنی بنده دلیل بیارم، شما هم دلیل بیار، کاری نداره باشه که من سواد دارم اطلاعات دارم آگاهی دارم یا ندارم. بنده هر کلمه حرف زدم اشتباه بود، یا مایک بگیر توی تکس بزن اشتباهه به این دلیل، درسته؟ اینجوری میریم جلو. این که فلانی آگاه فلانی آگاه نیست نه کاری نداریم، با پول مردم ذریح ساخته میشه، مردم پول صدقه میدن، صدقه رو کی باید مصرف کنه و چجوری باید مصرف کنه؟ مردم وقتی صدقه میدن، مردم وقتی خمس و زکات میدن، نوع استفادهش کی تشخیص میده؟ آه یه لحظه تکس نزنید، یه لحظه تکس نزنید، من تکلیف رو روشنش کنم. مردم وقتی خمس و زکات میدن، این روحانیون پول مردم میگیرن، این کی باید تشخیص بده که چجوری مصرف بشه؟ جواب منو بده شما. مردم خمس و زکات میدن، میلیاردها میلیارد خمس و زکات میدن، این تشخیصش کی باید بده که چجوری مصرف بشه؟ جواب منو بده شما، جواب منو بده، کی باید تشخیص بده این چجوری مصرف بشه؟ اومدی نشستی اینجا از این سیستمی دفاع میکنی که کثیف‌تر از خودت، تو هم کثیف‌تر از اون سیستمی. کی باید بده این پول خمس و زکات مردم چجوری باید مصرف بشه؟ پول صدقه مردم چجوری باید مصرف بشه؟ کی باید تشخیص؟ دست من دست شماست، نه دست من نه دست شماست، دست اون حکومته. داد میزنم آقا، داد میزنم آقا، داری از یک سیستم میکنی که کثیف‌تر از خودش خودشه، تو هم کثیف‌تر از اونی. به من جواب بده ببینم، پول خمس و زکات مردم و صدقه مردم کی باید تشخیص بده چجوری باید مصرف بشه؟ جواب منو بده، پول خمس و زکات خود شخص کی مصرف میکنه؟ کی تشخیص میده؟ اگه خود شخص چجوری بنده، شما خمس و زکاتو به کی میدی؟ شما پولتو که میدی من میره کمیته امداد، اون کمیته امداد برمیداره تشخیص میده چجوری مصرفش کنه. خمس و زکاتو میبرن مراجع قم، اجازه بده آقا، خمس و زکاتو شما میدی به مرجع تقلیدت، مرجع تقلیدت میدونه چجوری باید مصرفشه، شما دیگه نمیدونی چجوری مصرفش کنی. این جوابت اینه، توجه میکنی؟ شما نه خمست نه زکاتت، آیدی سرخین سلام خیلی خوش اومد، شما نه خمست نه زکاتت و نه صدقایی که میدی، هیچ کدومشو شما نیستی که چجوری مصرف میکنی. توجه میکنی؟ شما پولو میدی، اونا تصمیم میگیرن چجوری مصرف میکنن. حالا من به شما میگم چجوری مصرف میکنن. اینجوری مصرف میکنن که میره واسه امامی که 4400 سال پیش مرده، میره واسه ذریح طلا میسازه، میره پول میده به یمن، میره پول میده به سوریه، میره بده پول ده. مردم هم کنار خیابون یخ میزنن میمیرن، تو به اینکه از این سیستم دفاع میکنی. چی میگی آقا؟ چی داره میگی؟ میگم خمس و زکات و صدقاتی که میدی حق امام چیه؟ حالا شما من بگو، شما مسلمونی؟ اجازه بده لحظه، شما مسلمونی؟ کجای اسلام گفته خمس بده؟ کجای اسلام گفته خمس بده؟ بیا ببین رفرنس بیار ببینم کجای قرآن گفته خمس بده؟ اجازه بده، کجای اگر تو قرآن آوردی که گفته خمس بده، همین الان رو میبندم از کل این پلتا که چه از ایران میرم. شما میبینم کجای قرآن گفته خمس بده؟ از یک سیستمی وایسادی میکنی،
اجازه بدهید که از یک سیستمی واسه دفاع میکنی که کثیف‌تر از خودش خودشه. نه نه اصلا زکاتو ول کنید، زکاتو محکم توی قرآن داریم، زکاتو محکم توی قرآن داریم، زکاتو محکم توی قرآن. کجا قرآن گفته خمس بده؟ خمس به این معنی که شما امروز هم دارید سهم امام و یک پنجم پولتون و فلان. آقا 95% مسلمانای جهان اهل تسنن خمس میدن؟ شما به من جواب بده، شما به من جواب بده، مگه نمیدید که مردم آگاه کنه؟ شما جواب منو بده، 95% مسلمانای جهان مسلمانی هستن خمس میدن؟ بذار بیام جواب منو چرا نمیده. آقای عفادی بفرمایید، اومدم مردم آگاه کنم. مرسی، خیلی ممنون آقای ریزگر. والا ما هم چه شبی مایک گرفتیم که شما اعصاب مصاب هم ندارید. والا من میخواستم یه دو مطلب رو به شما بگم. صدا هست؟ صدای من؟ بله، خیلی ممنون. من نظر شخصیم آقای ریزگرد این هستش که مشکل من و شما هستیم. البته خیلی مدته که توی این روم حرف نزدم، مایکی نگرفتم. دلیلش هم این بود که گفتم شاید چون شما کار خودتون رو خوب بلدین، مزاحمتی برای اون اهدافی که دارید من نشم. اما میخوام اینو بگم، شما فکر میکنید مثلا مشکل کجا هست؟ خب مشکل من و شما ایم دیگه، همین چیزایی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم. مشکل همین ارزش‌های اخلاقی هست، مشکل همین نقایص و معایب خودمونه، همین جهل و نادانی هاست، همین گرفتاری های منه دیگه. حالا من میخواستم به شما یه پیشنهادی بکنم، شما چون در این زمینه به هر حال. آقای هفتوادی خیلی خیلی معذرت میخوام، یه لحظه اجازه بده، یه لحظه اجازه بده. شما میخوای اینا رو به من یاد بدی؟ بخون ببینم از روش، بخون از روش ببینم. بدانید هر گونه غنیمتی به دست بیاورید، غنیمتی به دست بیاورید. قنمتم، قنمتم، مگه داریم می جنگیم قنیمت به دست بیاریم؟ مگه بنده که دارم صبح میرم شهر کار میکنم و از خونم برمیگردم مگه قنیمت به دست میارم؟ من که صبح تا شب، شب تا صبح کار میکنم مگه قنیمت دارم خمس بدم؟ گفته هر قنیمتی که به دست میارید. اینقدر بی سوادید، اینقدر بی سوادید، اصلا اینا به گوشتون نخورده. شما توجه میکنید؟ میگه اگر قنیمتی، قنمتم، توجه میکنید؟ این حالا شما نگاه کنید، برید یکی یکی برید دنبال بگرد تفسیر چیه. شما سواد نداری از روش بخونی تفسیر چیه. دوستان من خیلی عصبانی، آقای هفتادی من از این چیزا عصبانی نیستم. من گفتم من اساسا و اصولا این قضیه، هیچ اتفاقاتی که داره تو ایران میفته، این مسائلی که من دارم توی کشور میبینم، اینا خیلی مسخره است. شما نگاه کنید، اینا کسایی هستن که تو ایرانن. ما با همچی کسایی دست به گریبانیم، ما با همچی کسایی طرفیم. طرف داره خمس رو توجیه میکنه که 95% مسلمانای جهان خمس نمیدن، اصلا خمس رو قبول ندارن. گفته اگر غنیمتی به دست شما میرسه، یعنی اگه جنگی باشه غنیمت به دست بیارید، آقا فلان و فلان شو یک پنجمشو بده فلانی، که تازه همین حکم هم شما جز احکامیه که جز احکام لوکال منطقه‌ایه. توجه میکنید؟ حالا تو بحث حقوق بشر یکی یکی نرو میگم، یه لحظه اجازه بدید. ما توی ایران با همچین موجوداتی طرفیم. توجه میکنی که اساسا یک آیه قرآن برداشته ورده، نه بلده بخونه، نه نگاه میکنه چی هست، بعد داره از این توجیه میکنه که شما باید خمس بدید. این ما ایم. آقای حفادی بفرمایید، شما صحبتتون رو مختصر و کوتاه خواهش میکنم، یکی یکی بریم جلو. این بحثا رو بذارید اگه خواستیم جای دیگه در موردش صحبت کنیم. در مورد اینکه عصبانی و فلان هم نه آقا، بحثی نداره. من واقعا ناراحت میشم، بله هیچ ابایی هم ندارم، به شدت ناراحت میشم که توی کشوری دارم زندگی میکنم. نه اصلا قنم توم میگه اگر غنیمتی به دست آوری توی جنگ، توی زمان پیغمبر،
تو صدر اسلام قانون لوکال باز غنیمت کجاست؟ بنده آقا دارم توی خونم زندگی میکنم، حقوق میگیرم، مگه غنیمت دارم که 1/5 خمس بدم؟ بعد شما میگم دوره برگردید آقا نگه 5% مردم جهان مسلمان اینا خمس نمیدن؟ خمس نه، میگم کجا گفته خمس بدید؟ الان نگفته خمس بدید، به توی که داره تو ایران زندگی میکنه گفته خمس بده، به توی که تو ایران داره زندگی میکنه گفته خمس بده، کجا به تو گفته خمس بده؟ گفته زمان پیغمبری که میجنگیدن اگر غنیمتی به دست آوردید 1/5 بدید اولاد پیغمبر، که حرف بسیار غلطیه، حالا حرف بسیار غلطی ها، اما اشکال نداره زمان پیغمبر و غنیمت و غنیمت، توجه میکنید؟ حالا امروز 1400 سال بعد توی ایرانی که شما داری کار میکنی، زحمت میکشی، پول به دست میاری، شما 1/5 پول تو باید بدی به آقای روحانی، آقای روحانی و آخونده. خب ما همینقدر بدبختیم، ما همینقدر ملت بی سوادی هستیم، شما توقع دارید ما یک قدم بریم جلوتر؟ چرا یک قدم بریم جلوتر؟ این مردم ماست، این ملت ماست. آقای حفادی صحبتتون رو خیلی خلاصه خواهش کنم انجام بده، اگه میخواید یه وقت چیز کنید جمعه بیت صحبت کنید، انتقاد میخواید بکنید بذارید از این بحث بگذاریم، آقا بریم سر بحث حقوق بشر اونجا مفصل صحبت کنیم، یکی کی نمیگه. آقای حفادی صحبت کن. آقای امسال سلام، امیدوارم خیلی خیلی خوب باشید. چی ریزگا جلو خارج اینجوری حرف نزن. شو امسال شما کشور رو به گند کشیدید، امسال شما کشور رو به گند کشیدید، شما نه سوادشو دارید، شما نه سوادشو دارید، وایسادید یک مش آخوند، یک مش کسایی که کشور رو به گند کشیدن توجیه میکنید، همین کسایی هم هستین که فردا میرین یکی یکی توی خیابونا تو راهپیمایی شرکت میکنید، پلاکارت هم دست میگیرین. شلوغش نکنید جلو من، شلوغ اصلا هر کسی واسه خودت هستی، کسی که میاد میگه آقا باید خمس بدی و اصلا نمیفهمه خمس شاخه کدوم درخته، اساسا نمیفهمه شاخه کدوم درخته، این دارم یکی یکی دارم میذارم جلوتون، آینه میذارم جلوتون که بقیه ببیننتون. بفرمایید آقا حفادی. آه شما حرفی نداری، بسیار خوب. ایدی راهی شما هستی؟ ایدی راهی شما هستید؟ ایدی راهی شلوغش نکن خانم، شما برو خمس تو بده، شلوغش نکن، شما باید خمس تو بدید، غنیمت هم که دست آورید برید غنیمت هم، البته توی پلتاک مطمئنم غنیمت شما باید بری، نه شما باید برید غنیمت هایی که به دست میاری خمسشو بدید، داستان نداریم که. آیدی راهی شما نیستید؟ نه 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 دوستان، خواهم این دوستان فکر نکنید که کسی اینجا میره روی اعصاب منو من ناراحت میکنه، من یکی که بایستم جواب یه نفر به یه نفرشون رو میدم، دارم به شما نشون میدم که کسی تو ایران زندگی میکنه و نمیفهمه که خمس چیه، میگه آخوند کوب کاری میکنه که خمس میگیره، میگه درسته که خمس میگیره، دارم به شما نشون میدم که ما تو چه فلاکتی داریم زندگی میکنیم. خب آیدی راه، آیدی تهران، بس دارم نمیدیم، آیدی پندار خوب شما هستی؟ اجازه بده. نه 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 اصلا واجه غنیمت و فلان نداره آقا، الان شما صبر کنید، الان شما صبر کنید، اجازه بدید، الان شما صبر کنید، اجازه چی بوده؟ اگه خمس بوده؟ بله کدام، کجا توی قرآن گفته خمس بده؟ کجا توی قرآن گفته خمس بده؟ الان از شما توی قرآن در که الان باید خمس بدید؟ کجا الان باید خمس بدید؟ نه 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 اشکال نداره، به حال داره من برم به شما نشون، اگه همه شما از این روم برید بذارید من این 3-4 نفر اینجا بمونه تا به اینا جواب بدم، اشکال ندارم با اینا، من دارم به شما نشون میدم که اینا همشون تو ایران هن، 1 2 3 4 5 اینا همشون تو ایران هن. دارم به شما نشون میدم که چه کسایی تو ایران هن، اینا توجیهگر این اسلام آخوندی هستن، اینا توجیهگر این اسلام آخوندی هستن که امروز جلو ما قرار گرفته، خالی یکی یکی بشمارید برید جلو. آقای آیدی که بالا روش آیدیتون نمیتونم بخونم که میگید غنیمت از واجه فلان است، بسیار سب کنید تا توی بحث حقوق بشر اسلامی یکی که شما جواب بدم. خب آیدی پندار خوب شما هستی؟ اجازه بدید، نظر اسلام نداریم آقا، نظر اسلام نداریم، غنیمتی در کار نیست، اجازه بدید شما مایک بگیر، بیا واجه خمس رو ما توضیح بده در اسلام، بیا بالا مایک بگیر. آقا آیدی تهران شما سب کنید، آیدی راهی هم که نبود. آقا جان اینا رو ول کن،
آخوند و مرجع تقلید و همه رو بذار کنار، سواد داری بیا بالا مایک بگیر، بهتم مایک دادم، سواد داری بیا بالا مایک بگیر بگو تو اسلام چجوری، الان من شما چجوری باید خمس بدید، بعدم جواب منو بده. 95% مردم این جهان مسلمان، چرا خمس نمیدن؟ تمام دوستان، خانم آقای دلاور سلام، خیلی خیلی خوش اومدید دوستان، بحثمون شروع میکنیم. آیدی راهی آقای تهران، این بحث هم ادامه میدیم، تموم شد، اجازه بدیم سر بحث خودم. اجازه بده آقای تهران میخوام بحث شروع کنم. عرض کنم خدمت شما، بحث حقوق بشر اسلامی رو شروع میکنیم. عرض کنم خدمت شما که نه 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 اینجا نداریم، من به شما مایک دادم، بیا رو مایک حرف جواب منو بده، بیا رو مایک جواب منو دیگه بده، حالا بشین یاد بگیر. نه اشکال نداره، نه برای خمسشون بدم مشکل، اصلا اشکال نداره، شما میتونی بری خمس تو بدی. اینا آقا مسلمان تر از عمر و ابوبکرن، توجیهگر این حکومت و این فسادی که تو این جامعه هست، اینا این امثال اینها هستن، اینا ما میخوام با اینا بریم جلو، مثلا حکومت تغییر بدیم، کشور تغییر بدیم با امثال همچین کسایی. بریم سر بحث خون دوستان، بحث حقوق بشر رو شروع میکنیم. آیدی تهران سب کن، اصلا کار به جمهوری اسلامی نشبه، سب کن آقا بحث حقوق بشر اسلامی شروع کنیم، یکی یکی صحبت کن. عرض کنم خدمت شما که بذارید بحث حقوق بشر شروع کنیم. روز جهانی حقوق بشره، من چند تا توضیح در مورد حقوق بشر بدم، بعد بریم سر بحث حقوق بشر اسلامی، بریم حقوق بشر اسلامی توی اسلام در مورد حقوق بشر چی میگذره. عرض کنم خدمت شما که ببینید، من مبنای بحثی که در مورد حقوق بشر دارم در مورد اینه که عرض کنم حقوق بشر رابطهش با دین چیه، اول نکته اول، بعد اینکه چجوریه که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر رفتیم به یک سمتی که عرض کنم خدمت شما که رفتیم آیدی راهی من 10 بار شما رو صدا کردم، پس صبر کن، رفتیم به یک سمتی که عرض کنم خدمت شما که حقوق بشر ربطش میدم به دین و از این ماجراها. نخواهش میکنم بریم چه جوری ماجرا. ببینید اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی خیلی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مثل خود سازمان ملل متحد، یعنی مثل تشکیل سازمان ملل متحد، یه واکنش مستقیمی میدونن به شرایط جهان بعد از جنگ جهانی دوم. خب این حرف درسته، البته حرف درستیه، خیلی هم خواستگاه های مثلا فلسفه سیاسی و حقوق طبیعی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میگن از اعلامیه استقلال آمریکا اومده. عرض کنم خدمت شما که حالا این رشته سر دراز دارد، یعنی این که شما بگید اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتوانه های نظری و تئوریکش کجاست، خیلی داستان داره، همینجوری باید برید عقب، یعنی شما اگه همینجوری پیگیری کنید و برید عقب، علل و دلایل به وجود اومدن و تصویب شدن اعلامیه رو میرسید به دوران یونان با حتی قبل از اون. اما چرا این مهمه؟ چون شما وقتی به اعلامیه استقلال آمریکا نگاه میکنید، وقتی بحثه که آقا اعلامیه جهانی حقوق بشر مبانی نظریشو از اعلامیه استقلال آمریکا گرفته، اونجا شما وقتی به اعلامیه استقلال آمریکا نگاه میکنید، اونجا بحث مفصلی هست سالها، که سالها تو این زمینه حرف میزنه، توی فلسفه سیاسی زیاد صحبت میکنه تو این زمینه، که یکی از مهمترین پشتوانه های معرفتی و فکری اعلامیه استقلال آمریکا آرا و نظرات جان لاکه. بعد این که میگن جفرسون از جان لاک تغذیه فکری کرده و اینها، اما اینا چرا مهمه؟ این اسمای جان لاک و جفرسون و اینا رو کاری نشه، این خیلی نکته مهمیه، مبنای بحث من اینه. ببینید چه اینجوری باشه چه نباشه، چه جفرسون مبناش از جان لاک گرفته باشه چه نگرفته باشه، جان لاک وقتی میخواد بحث حقوق طبیعی کنه، یعنی جان لاک وقتی بحث